سلام اینجا خودکسته ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز متاسفانه فر... فرزاد مریض شده و با ما نیست در بستر بیماری و سر سرمی... شما از صحبت نکن ولی این هست <تصفح> این اومده نشین نورش باشه نمال اسکا گفتیم که فقط سعی کن خراب نکنی کارو امیدوارم که بتونی از پسش بر بیای <تصفح> <سلم کرده> این <تصفح> هست دیگه فرهاد سلام اگر که مشکل هر مشکلی به وجود اومد تقصیر اینه واقعا نشین نیمش باشه خیلی ساده است فقط باید نگاه کنه به یه سری چیز نه خیلی پیچیده و اینکه ما امروز از, 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 از خونه من پخش نمی در واقع زب نمی کنی متاسفانه من آره نه پر نشیم مهمون داشتم دیگه جدلک بودن جدلک برایشون چیره شده بود مجبور شدیم که بیایم یه جای دیگه به هر حال اگر که سولی گشته بود آره مشکل به وجود اومد و اگر که صدا و حالا تصویر و اینا متفاوت بود شرمنده دیگه خیلی هم گرمه حس کنم کارون تو که جای خوبی نشستی تو تو من ها. که بر آفتابم برات خوب بعد جونم براتون بگه که این هفته اپیزود 158 م ماست آره آره 158 میخوایم با موضوع کارون در واقع شروع بکنیم و ببینیم که برامون چی آورده قبلش من یه تشکر دیگه از محیات بکنم که تمام کامنت هایی که اومد و جواب داد یه سری مسیجی آمده بود که من براش در واقع اسکرین شات گرفتم فرستادم خودشون با, با اون افراد شروع کرد صحبت کردن اگر هم که هنوز افراد جواب نگرفتن داره میاد چون خیلی داشت خیلی سر شلوغ بود اون امکان سنجی آره امکان سنجی رو داشت انجام میداد و دیگه جونم براتون بگه که آیه سوالی پر خیلی دیدم میپرسن توی یوتیوب اینکه شما چه لباساتون عوض نمیشه کجا پرسیدم تو یوتیوب پرسیده بودم من اینا از اول گفته بودم آره. از قسمت سوم به بعد دیگه لباسمون تکراری میشه نه نه آه. نه یعنی مثلا پنج و شیش و پنج و هفت آه. آه. لباس آه. خود میشه. یه هفته. آره ما ببینید ما توی یه روز زب میکنیم ولی مثلا سه شنبه و پنج ما هم همه ای اپیزود ها رو شنبه یا یک شنبه زبط میکنیم سه شنبه و پنج شنبه در واقع انتشار میدیم ریلیسش میکنیم بعد فر... بعد خیلی زود لباسای ما کاملا تکراری خواهد شد آره دیگه. دیگه من زدم تو کار خط تیز تیشرت مشکی, مشکی که دیگه شویم. اصلا مشخص آره نباشه حالا امروز دیگه بود چی نف... نف آره قبل از اینکه باز شروع بکنیم یه سوال از فراد بپرسم رفته بودی ایالت ای شیطان و بزرگ چطور بود آه رفتیم میشیگان خیلی خوش گذشت میشیگان دیترویت میشیگان رفتیم شیکاگو رفتیم خیلی جای قشنگ و زیبا چجوری ترکیب جمعیتی چجوری بود اونجا خیلی خوب جمعیت سیاه‌پوست توی دیترویت همپوشانی داشت آره سیاه‌پوست و عرب عرب خیلی زیاد بودن قلیونی خیلی زیاد دیدیم توی دیترویت نه نرفتیم ولی خب تو خیابونه که میرفتیم آره بودن یعنی به خودمونه یه همچین حالتی خیلی جای قشنگ و زیبایی بود واسه اولین بار یه پیتزای خیلی ناب خوردیم به نام دیپ دیش دیپ دیش آره توی شیکاگو یه خور... خوراکیه که حتما هر کی رفت شیکاگو آه. اگه پیتزا دوست داره دیپ دیش زیاد شنیدم مثل اینکه یه اصلا چیز اصلیش حالا پیتزاش نه ولی یه خوراکیه که خیلی معروفه حرف غذا نار خورده ته که اومدی میخوایم با اپیزود کارون شروع بکنیم ببینیم که کارون در چی میخواد صحبت بکنه همون چیزهایی که اولش میگی و بگو بعد چیزهایی که اولش میگی نتیجه بگیر آخرش بگو امروز راجع به نان وربال کامیونیکیشن حالا در واقع ارتباطات غیر زبانی یا راحت تر بگیم بادی لنگویج که همون زبان بدن میشه میخوام صحبت کنم یه نقل قول بکنم یه خیلی جالب نوشته بود ممکن که ماها خیلی تلاش کنیم که اون حالتی که داریم مثلا اگه احساس درد داریم یا تحت فشاریم یا یه مطلبی رو میخوایم برسونیم این رو از طرق مختلف میرسونیم ممکنه حالا <تصحیح> 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 تحت فشار عجیبه کسایی که در میشون حالا میبینم نمیبینی فراد فراد یه جور عجیبی درگیر این صندلی که روش نشسته برای همین فشار آره این پیغام رو ما به طرق مختلف بخوایم منتقل کنیم چه زبانی یا اینکه با حالات بدنمون چون فرض برست. کن مثلا تو معذب باشی تحت هر شرایطی یه جوری میخوایی رو برسونی بعد اون کسی که حالا روی این مفهوم زبان بدن و اینا خیلی تحقیق کرده بود میگفتش که اگه به این مدل به این آدمایی که تو این شرایط هستن خیلی دقیق گوش بدی انگار داری یه باری رو از رو دوش اینها ور میداری و دیگه اونا مجبور نیستن حالا این پیغامی که میخوام بگم مثلا فرض کن درد دارن به هر طریقی دیگه لازمی چه رو زبانی بگه یا با زبان بدنش بخواد منتقل کنه درست بعد خب ما انواع اقسام زبان‌ها داریم برای ارتباط برقرار کردن با موجودیت‌های مختلف مثلا با انسان با حیوان با کامپیوتر این زبانها یه سری زبانایی هستن که فرهنگ‌ها و ملیت های مختلف توی طول زمان به وجود آوردن فارسی انگلیسی آلمانی هر چی میتونه زبان ایما اشاره باشه میتونه حالا همین زبان بدن باشه که ما امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم و حتی میتونه زبان برنامه نویسی باشه که واسطه بین آدم و کامپیوتره درست بعد توی این زبانهایی که حالا من اشاره کردم احتمالا دقیق ترینش زبان برنامه نویسیه و زبانی که ما صحبت میکنیم خیلی نادقیقه حالا یه جایی خیلی درست. طرف خیلی داشت جالب توضیح میداد که چرا نوشتن یه تیک کود کامپیوتری میتونه خیلی سخت و طاقت فرسا باشه درست چون داشت میگفت شما با کامپیوتر که صحبت میکنی باید خیلی دقیق تمام اینستراکشن ها دستورالعمل ها رو دونه دونه بهش منتقل کنی که اون انجام بده هجی کنی آره هج... هجی کنی بعد اه... یه مثال خیلی جالب زد که چقدر زبونی که ما استفاده میکنیم میتونه نادقیق باشه مثال اینه ها. گفتش که فرض کنید من میخوام برم سوپرمارکت خرید کنم خانومم به من میگه که برو ماست بگیر اگر تخم مرغ هم بود 12 تا بگیر. اگه تخم مرغ بود 12 تا بگیر. خب این خیلی نادقیقه دیگه چرا؟ اگه تخم مرغ بود 12 تا ماسی یعنی اگه دقیقاً همینه. اینجوری میاد خونه. ببین منطقیش نه که یارو میره ماس میگیره یه دونه اگه تخم مرغ هم بود 12 تا تخم مرغ میگیره. درسته. ولی تو این رو میتونی یه طوری دیگه تفسیر کنی که کاملا هم درسته چون نگفته اگه تخم مرغ بود چی و دوازده تا بگیر که ره. گفته برو ماست بگیر اگه تخم مرغ بود دوازده تا بگیر این میتونه بره با دوازده تا ماست برگرده همونجا که تو گفتی یه مثال خیلی معروف ترش هم هست دیگه همون که بخشش لازم نیست ادامهش کنی اون برا ویرگول و اینا هم. حالا اینا خیلی طرف مثال جالبی زده بود حالا انگلیسیش بهتر در تا فارسیش بگه که این زبانی که ما استفاده میکنیم خیلی نادقیقه درست. یعنی اون مفهومی که تو ذهن منه که دارم صحبت میکنم و من از یه سری لغات و یه سری جمله ها استفاده میکنم سعی دارم این مفهوم رو به شما منتقل کنم اون چیزی که شما برداشت میکنید لزوما اون مفهومی نیست که اصلا تو ذهن من بوده اون چیزی هم که من گفتم دوباره لزوما اون اونی نیست که تو ذهن من بوده و من قصد داشتم که بیانش کنم و آی خلاصه این طرف داشت میگفتش که چجوری میشه که زباد برنامه‌نویسی مثلا انقدر نوشتنش سخته چون تو باید اینا رو طوری بگی که اگه تخم مرغ بود چی و 12 تا بگی دونه دونه هلوه. اینا رو باید بهش بگی حالا یه چیزی من بگم با یکی صحبت می‌کردم میگفت برخلاف اینکه فکر می‌کنیم کامپیوتر خیلی زیاد خیلی موجودات حالا ماشین‌های اسمارتی هستن پدرم بود <applause> و میگفت برخلاف اینکه فکر فکر می‌کنیم خیلی باهوش هستن اینطور نیست تو دقیقا باید دونه دونه استفا رو بهشون بگی تمام راهکارا رو بهشون بگی و نه خیلی دقیق, باید بگی خلاقیت ندارن از خودشون نمیفهمنت بعد حالا ما آدم, آدم علاوه برای اینکه این همه زبان خارقلاده رو درست کردیم تو دنیا این همه زبان مختلف هست. یه سری زبان خیلی پیچیده دیگه ای هم به مرور زمان به وجود آوردیم که اصطلاحا همین بادی لنگویج یا زبان بدنه که دیگه شما از زبانت استفاده نمی کنی چیز رو منتقل کنی از حالاتی که بدنت داره اون فرمی که در واقع شما وایستادی اون شکلی که از صورتت به خودشون میگیره میتونی یه سری حالا پیغام ها رو به طرف مقابلت منتقل کنی امه. و خیلی جالبه توی سال 2016 اینو فراد خیلی دوست داره اتنامالا. یه تحقیق انجام شده بود اومدن عکس یه سری آدم عصبانی رو به اسب نشون دادن میدونی اینا فکر کنم دور حالا محقق دانشگاه ساسکس بودن اینا که اینا رو انجام داده بودن داشت میگفت که عکس آدم عصبانی رو که به اسب نشون میدادی زربان قلب اسب میرفت بالا کورتیزو لولش میره بالا آره چون حس میکرد داره تهدید میشه و میگفت اسب با چشم چپش نگاه میکرد عکس رو بعد ظاهرا سیگنالی که از چشم چپ وارد مغز میشه تو بخش راست مغز پردازش میشه که بخش مرتبط با هندل کردن حالا در واقع کنترل کردن و سرکله زدن با خطر و تهدید بیرونیه درست و خیلی جالبه دیگه این زبان بدن رو این در واقع فرم صورت رو اسب هم حتی حیوانات هم میفهمن آره در کردن حالا یه تحقیق دیگه تو سال 2017 بوده که نشون میداده اسبا بیشتر تمایل دارن برن به سمت اون مربی که حالت مطیع و فروتن داره ساب به دل... اسلامیان میگن توی انگلیسی بلد. و اصلا دوست ندارن برن به اون سمت مربی که غالب یا با اوهت که چی میگن؟ دامینه دامینه آره این لغات تو ذهنتون چیز دیگر رو یاد آور میشه نه، نه دیگه. و این خیلی جالبه حالا اصلا ما حیوانات آدم ها همه چجوری نشون میدیم که ما قدرت داریم معمولا خودمون رو باز میکنیم آفرین دقیقا مثلا یارو یه جوری سعی میکنه مثلا شونه هاشو پهن کنه فلان یا وقتی یه موش آب کشیده بخوای باشی و خیلی ساب میسی باشی خودتو جمع میکنی این اسبا تمایل بیشتری داشتن که به اون ساب میسی برن آه. درسته نرماده نداشتی کلا همه اسبا مربیشون و حالا خیلی ما قاعدتا نگران نیستیم که این زبان بدن ما رو حیوانات چجوری برداشت میکنن ولی تو زندگی روزمره برامون مهم خواهد بود که آدمها ها چجوری, چجوری برداشت. برداشت میکنن و ما چجوری میتونیم اطلاعات بیشتری مثلا از زبان بدن طرف مقابل برداشت, برداشت بفرماییم برداشت. بفرمایی. بعد میگن که به صورت کلی این ارتباطات غیر زبانی خیلی پیچیده هستن درست و مثل هر زبانی هر کدوم از این حالات میتونه معانی مختلفی داشته باشه درست مثلا میگه که اگه شما جلوی یکی وایسادی طرف یه مقدار از شما فاصله گرفته رو به عقبم خم شده اخمم کرده پاشو اصلا سمت بایستادی. شما نیست دیفالت ما اینه که ما فرتی تصمی... نتیجه میگیریم که این از ما خوشش نمیاد بعد میگه که باید نگاه کنیم که اون طرف چه چی داره بهش میگذره که یه همچین حالتی رو داره نه فوری نتیجه بگیریم از اینا چون نشونه های اینه که کسی از تو خوشش نمیاد اگه با یکی داری صحبت آره. پاش یه بر دیگه است به سمت تو نیست یعنی اصلا توجهی نداره شاید مثل من گذاشتنش پر افتاد بلا میشه بس به نگاه کردن بس الان حالا من این چیزی که کارو میگه رو شنیده بودم در در مورد صحبت کردن حالا با خانوما میگن موقعی که پاشون سمت شماست <applause> نوک پاشون سمت شماست <applause> یعنی از اون گفتگویی که دارن با شما انجام میدن لذت میبرن و حالا اینگیش هستن توی اون گفتگو و درگیر اون گفتگو هستن این واسه رو... را... خانوما راجع به همه انسان‌ها من در خانوما شنیده بودم شما خان <applause> بله شما خانم خونی بعد میگه که اصلا ممکنه تو یه چیزی گفته باشی که یه خاطره رو تو ذهن طرف آورده باشی اصلا معذب شده باشه خلاص فوری از نتیجه نگیرید که درست شما یه چیزی رو اشتباه کردین و میگه یه باور غلطی هم وجود داره اینه که تمام این حالا توی تمام آدما معانی یکسانی دارن مثلا میگن کسی که دست به سینه نشسته توی یه مکالمه ای میگن که این آدم خیلی مایل نیست که بشنوه و شرکت کنه و اصلا خودش رو داره دور میکنه من این رو خیلی شنیده بودم بعد تو زن همیشه بود من خودم خیلی وقت دست به سینه میشینم درست چون مثلا آدم دستش رو میخواد استراحت بده یا مثلا آویزون بوده فلان داره میگه لزوما این به این معنی نیستش که طرفی که اونطوری نشسته داره خودش رو دور میکنه از شما درست. و میگه مثلا ممکنه که حالا همین پلیسا و مامورای حراست و اینا خیلی وقتا دیدی اینجوری وای میسن یا خودشون رو پهتر میکنن که بگن که ما به شرایط غالبیم و ما اینیم اینجا وایس داره داره که ما قدرت داریم و همه چی دستمون داره مثال میزنه که درست. چرا این اتفاق میافته. و مثلا یکی اون که سردش باشه داره خودش رو ماساژ میده میگه که فوری برداشت نکنیم که یه معنی خاصی داره درست ولی در اینها شاید هم یه معنی خاصی داشته باشه یه وقتایی هم ممکنه داشته باشه ولی من یادم ما تو شرکت مثلا داشتیم غذا میخوردیم ما وسط غذا دیگه خسته شدم دست به نشستم بعد یکی گفت آره مثلا تو نمیخوای بحث بشی دست این نبود چون من معمولا ساکت هم هستم خیلی حوصله صحبت کردن ندارم برداشت به این شده بود که دیگه دلیل اصلیش ای اینه احسن 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 که حجم غذایی که کار میخوره خیلی زیاد وسط این وسط میشه یه استراحت بکنه <تصح> خب بعد آها بعد یه تحقیق جالبی انجام دادن اومدن تصویر یا یه فرض چند تا آدم مختلف بهشون گفتن حالات خونسا بگیری نه لبخند بزن نه اخ هیچی پوکر فیس میگن حالا همینجوری ثابت بعد این تصویر رو توی سه حالت مختلف گرفتن یه حالت این که دوربین از رو, به رو گرفته حالا کسی که میبینن میتونن ببینن صورت من یه حالت اینه این که سر یه ذره بره عقب اینجوری مثلا یه حالت که سر یه ذره به سمت پایین خم بشه با. خب صورت عضلات صورت طرف عوض نشده فرمش ولی زاویه سر عوض شده درست. مستقیم عقب و عقب. عقب رو به پایین اومدن از آدما پرسیدن که به نظر شما تو چه حالتی طرف تمایل داره که از حالا خشونت یا از عصبانیت استفاده کنه که حرف خودش رو به کرسی بنشونه درست و کاری که کردن چی بوده اومدن فقط تیکه ابرو و چشم رو به طرف نشون دادن درست دیگه این, این طرف نمیتونست بفهمه که واقعا حالا رو به خیلی سخت میشد بفهمی که رو به جلو یا رو به عقب همطور مستقیم آره دو اصلا نمیتونست بفهمه برد. و خیلی جالب بود که میگه 76 درصد آدما گفتن اونی که سرش پایینه عصبانیه و میخواد مثلا تهاجم بکنه. <تصح> 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 بکنه بپره برد. که دلیلش چی بود دلیلش این بوده که رفتن دیدن که چش و ابرو حالا ابرو حالت وی شکل میگیره تو این حالت که سر پایین باشه انگار یارو اخم کرده درست خب و بهشون گفتن از یک تا هفت نمره بدید که چقدر یارو عصبانیه توی این حالتی که سر پایین بوده آدما به صورت میانگین گفتن پنج و سه دهم از هفت یارو عصبانیه یعنی خیلی عصبانیه و حالتی که سر صاف بوده گفتن سه و هفت دهم نمره دادن یعنی وسط یعنی عصبانیه نه خوشحاله هیچ وسطه که درست بوده در صورتی که وقتی کل عکس رو نشون دادن دیدن که چی حالت سر هیچ تاثیری نداشته درست. روی اینکه بگن مثلا طرف عصبانی بوده یا نه یعنی که اون زاویه‌ای که داشتن میدیدن فکر میکردن طرف داره اخ میکنه در صورت که سرش مثلا فقط اومده بوده پایین درست. و اصلا اون حالت چیز نشونه ای نبوده که طرف عصبانیه اینم هم دانشگاه یو بی سی یه سه بگم حالا در دانشگاه یو بی سی میگی توی کانادا شما موقعی که هر عکس حالا عکس برای گواهی نامه عکس برای پاسپورت جزی که میخوایم بگیرین پرسونلی آره حالا پرسونلی یه سه در چهار که میخوایم بگیرین هیچ وقت نمیذارن تبسم بکنین و اصلا حتی لبخند که هیچی تبسم هم نمیتونین بکنی بعد به قول کارون پوکر فیس همونطوری مستقیم نگاه بکنی و من یه بار ازشون پرسیدم که چرا چه جوریه من مثلا آره یه لبخندی هم بزنین بعد نیست گفتش که یکی از دلایل اصلیش اینه که موقعی که تو میخوای این داکیومنتتو تو حالا یا مثلا پاسپورت یا ارزی تو بدی به اون آفیسره اون حالت چهره تو میتونه توی ذهن اون به صورت یه بایس ایجاد بکنه <applause> که اگر داری توسم میکنی که مثلا آدم مثلا خوش روی هستی برای همین همه رو در واقع یه چیز گذاشتن یا اگه مثلا توسم قشنگتری داشته باشی میتونه ذهن اون رو عوض بکنه به خاطر همین گفته بودن همه در واقع نمیتونن توسم به صورت, به, تو به صورت پوکر فیس و وایسن هیچ ایمپرشنی از خودشون نشون ندن هیچ حالتی از خودشون نشون ندن حالا اینو گفتی من یه چیز بگم بگو اگه بگو. شما توی آمریکا شمالی هستی حالا بیشتر آمریکا بود بهش احتمال اینکه تصویر شما تو یکی از دیتابیس هایی که حالا دولت آمریکا جمع میکنه باشه سری الگوریتم رو ترین میکنه حالا این فیلد کامپیوتر ویژنه الان اگه گوشی های اپل جدید رو دیده باشید این میتونه با چهره شما قفل گوشی رو باز بکنه اپل و همه جا سامسونگ که زودتر ازش شروع کرد بعد مثالشو دارم میزنم حالا این اینا خیلی دادهای ارزشمندیه یه اگه شما توی آمریکا شما هستی یه عدد خیلی بالایی داشت 80 90 درصد احتمال داره که عکس تو عکس خود تو توی یکی از این دیتابیس ها وجود داشته باشه و یه سری الگوریتم دارن با عکس تو برای جان ترین میشن دارم باش کار میکنم بلید. حالا بل. در مورد این دیتایی که دارن استفاده میکنن فکر کنم بعد این موضوع کامل بریم مثلا همین الکسا و این دیوایس هایی که اومده که میتونین باش صحبت بکنین مثلا از سوال بپرسین تو خونه و چراغا رو خاموش روشن میکنه و اینا خود, الکسا خود جالبه خود آمازون خیلی به صورت خیلی باز میگفتش که ما از اینا استفاده میکنیم و این داره گوش میده همیشه و داره یاد میگیره ولی خب اپل مثلا میگه که توی چیزی که توی حالا دیوایسی که ما داریم که اسم حالا اون سیریه میگه که ما استفاده نمی کنیم و اینا همش سکیوره و برای خودتون استفاده میشه جالب اینو بعد باید بریم باید درآمد اصلیشون از روی تبلیغات و تبلیغات از روی داده شماست گوگل با اون عظمت هم 90 خورده درصد پروفیت یا حالا سودی که تولید میکنه از تبلیغاته درست برای همینی که محصول با کیفیتی مثل گوگل کروم رو به شما میده بهترین براوزر سریع ولی شما نمیدونید که داره اطلاعات شما رو جمع آوری میکنه تمام سایت هایی که میرید داره در واقع پروفایل شخصی از شما میسازه و میدونه که شما به چیا علاقه دارید بله آقا فراد <applause> و چون با ایمیلتون هم لاگین میکنی و پس دارنه تو ایمیلت آمازون یه چیز خیلی مرتبط به طوری که تو دیروز سرچ کردی و نشون میدیم جوری شد جوری شد گوگل فروخت واسه گوگل کروم الटरनेटیو چی هست که اگه یک استفاده کنه Godzilla, Firefox, اونا دیگه به گوگل هیچ ربطی ندارن هیچ جوری اونا دیتا, رو میفروشن به گوگل یعنی قطعا در میاد دیگه شما اصلا همین که گوشی تو روشن میکنی به یه سری از اپ‌ها در رو نداری اصلا تو گوگل مپ استفاده بکنی تمام دیگه میدونن کجا رفتی خلاصه که زمان زمان بدیه حالا اینو میگی من معمولا مثلا ساعت 5 و یه دیگه کارم که تمام میشه میرم سمت خونه اینجا چرفی سوار ماشین شدم بعد روی گوشیم زد که احتمالا داری میری خونه از این راه برو ترافیکش کمتره آره, آره. اجازه بده خیال حالا اگه آیفون داشته باشی دیگه جدیدان تو آیوس جدید که آپدیت شده این لرن میکنه مثلا میدونه من صبح بیدار میشم مثلا قیمت سهام چک میکنم بهم ریکامند میکنه برو قیمت سهام چیز کن شبا قبل خواب میگه ساعت تو بذار نمی‌کنه برای شما؟ برای ما اصلاً هیچ موضوعی شما مثلا پترن مشخصی نداره. من همیشه <applause> مثلا یه سری کارو یه جای مشخص. <applause> خوشی ما گیج اصلاً <تصفيق> <تصفيق> نه. توماس علا قبل خواب همیشه یه کار مشخصی رو انجام میدی. ساعت کوک می میکنی. هیچ وقت به ساجس نمیگم. ما راه من آره کوک دیگه. دیگه. نه اجازه باش ببین خلاص اینا دارن با داده‌های شما ترن میشن. لرن میکنه که تو کی چه علایقی داری، چیکار میکنید، غیر خطرناکه. حسان خیلی میتونه حاضر باشه خب فیسبوک هم که جدیدن باید چند ده میلیون دلار جریمه بده به 5 بیلیون دلار من خوندم واسه هم همون چیز آنالیتیکا 5 آره. بیلیون به کی بده به کی بده به یه مرکزی من راستش فقط <تصفح> هدلاینشو خوندم واقعا انگیزی هم به ما بدم واقعا شما که نه و حالا میگم مثلا معروف اونی که داره دروغ میگه چشش ثابت نیست اینجوری چشش تکون میخوره و درست. معمولا هم به صورت مستقیم به چشم شما نگاه نمیکنه اینجوری مثلا بالا سمت چپو میگن داره نگاه میکنه حالا چپ راست ولی میگن ولی اینو واقعا من شنیده بودم آه. یا راست بود یا چپ بالا سمت آره حالا همین این نویسنده ای کتاب چی؟ The Psychology of Lying and Detecting Lies آره من این طرف شنیدم طرف میگه که هیچ رفتاری نیست که فقط یه زمان مشخصی مثلا طرف داره دروغ میگه بروز بده و هیچ زمان دیگه بروز نده درست داره میگه حالا یکی با شما صحبت کرد چشش اینجوری لرزیده اون نگاه کرد فرید نگید که دروغ میگه اصلا نمیتونی تو تشخیص بدی ممکنه یه سری نش... یه کوریلیشنی مثلا باشه بین به تو نگاه نکردن و دروغ گفتن ولی خب قطعی نیست دیگه قطعی نیست بعد میگه در حالا خیلی از آدما وقتی که عمیق دارن فکر میکنن سرشون میره یه ور دیگه تجسم کنه مثلا اینجوری یارو فکر میکنه یا خیلی داره با فکر حرف میزنه و خیلی شمرده به قبل از اینکه هر لغتی رو ادا بکنه قبلش داره فکر میکنه اه آه. اون وقت چشمش رفته یه جا دیگه درست میگه یارو داره دروغ میگه اونجا شاید توی اوج فکر کردن باشه که بهترین دروغو بگه که بهترین آره بعد یه اف بی آی ایجنتی بوده به اسم جو ناوارو بله این آدم بوده. 25 سال از این علوم نان وربال کامیونیکیشن استفاده کرده بود که حالا تشخیص بده که مثلا اون متهم در واقع داره دروغ میگه داره فریب کاری میکنه یا نه درست بعد یه حرف جالبی زده توی یه کتابی داره به اسم The Dictionary of Body Language A Field Guide to What Everybody Is Saying درست خب دیکشنری بادی لنگویج ساختن توی اون کتاب گفته ما انسان ها تو تشخیص اینکه یکی داره فریبمون میده از روی فیشال اکسپرشن از روی ظاهر میگه بهتر از یه سکه عمل نمیکنیم کنیم پنجا پنجا کنم همین ای هم بود, بود ایجنتی که 25 سال تو این زمینه راجب دست به سینه وایس دادن فکر کنم یه نکته گفته بود. گفته بود الزاما دلیل این نیست که مثلا شما راغب راقب نیستی حرف بزنی شاید از اعتماد به نفست یا اینکه مثلا به خودت مطمئنی اون مثلا بگم <applause> ما حالا توی درسایی که داشته میخوندیم یکی از درس‌ها بود به نام نگوشیشن یا همون <applause> چونه زدن به قول معروف مذاکره توی همچین درسی به ما میگفتن که مثلا موقعی که میخوایم با یه نفر صحبت بکنین اگر که نفر از حرفی که داره میزنه رو همینطوری داره جنریت میکنه و هیچ بکاپی تو ذهنش نداره و ازش مطمئن نیست مثلا حالت گفتگوش مثلا متفاوت میشه حالت رفتارش متفاوت میشه اونجور صحبت ها و اینو توی ارائه ها هم میگن مثلا تو اگه داری برای یه سری آدم ارائه میدی میگن که اون موقع آدم خب خیلی نروس خیلی نگران مثلا داره به رسبیه به چند تا چیز مختلف داره فکر میکنه و یه حالت خیلی عادی که به وجود میاد دارم قسمت از بدنش که به قول معروف میگن وانرابل هست آسیب آره آسی پذیر است و با دستش میپوشونه که مثلا مثل اون نافشه یا مثلا جلوی <applause> چی داری میگی ما <applause> مثلا دستاشو مثلا اونجاها میپوشونه دستاشو یه زی میگفتن که این هم از بادی بادی میاد در این طوره دیگه اینجوری میمدی آره. سخته واقعا سخت بود ولی حالا من خودم قبل اینکه راجع این موضوع برم بخونم یعنی موضوع رو انتخاب کردم به بچه گفتم قبلش تو ذهنم خب همین حرفا رو شنیده بودم اونی که دروغ میگه چشش میچرخه نمیدونم اونی که دست بستین است با تو نمیخواد صحبت کنه اونی که پاهاش به سمت تو نیست خیلی مایل نیست راغب نیست که در واقع صحبت رو با شما ادامه بده ولی اینا رو که خوندم یه ذره اوضاع بهتر شد یعنی همه دارن میگن خیلی پیچیده تر از اونیه که حالا تو دوتا کتاب بخونی دوتا نکته بخونی و صد درصد بتونی قضاوت کنی که طرف داره چی کار میکنه و بدنش چی رو میخواد به تو برسونه ممکن اصلا تو فرهنگ مختلف هر کدوم از اینا معنی مختلف داشته باشه شخصیت طرف داخل شرایط یا چی گفتی دوتا نکته یاد اون طرف کنکوری افتادم که بهتون نکته یاد نه خب بگو ببخشی من میگفتم نه میگفتش که میرین کلاس‌ها ها مثلا بهتون نکته یاد میدن نرید اون کلاس بیان کلاس های من داشت تبلیغ می‌داد خیلی بازرگانی آره آره با توهین اینا رو میگفت فرا همین جالب بود حالا روانشناسی تو دانشگاه دانشگاه پرینستون آمریکا بله. کتاب فیس ولیو ارزش صورت توضیح میده که چطوری ما توی یک دهم که طرف رو میبینیم توی یک دهم ثانیه اول تشخیص میدیم مثلا طرف جذاب آدم قابلیه قابل اعتماد یا نه درست خب پریجاب تو اینتون کتابه میگه و اینا یه آزمایشی انجام دادن به ملت یه سری عکس نشون دادن و درست. ازشون خواستن که تشخیص بدن که در واقع این عکس ها طرف توش خیلی خوشحاله مثلا فرض کن ورزشکاره گل زده برده یا نه یا خیلی ناراحته مثلا یه اتفاق بدی براش افتاده شکست خوردن یا نه درست خب نتیجه آزمایشش خیلی جالب بود داشت میگفتش که اونهایی که هم اونایی که از روی حالت بدن داشتن قضاوت میکردن آدمای موفقتری بودن توی تشخیص اینکه طرف مثلا خوشحاله یا خوشحال نیست یا حالت بدن به علاوه صورت درست ولی نا. کمترین دقت مال زمانی بود که فقط صورت رو داشت نشون میداد حالا من این مطلب رو میخوندم اکس رو داشتم میدیدم فقط صورت رو که میدیدی من خدا همه رو اشتباه تشخیص دادم یه دونه رو درست گفتم درست. اصلا شما تو تست زدن کلا خوب نیستی ولی خوب نزنی فقط از رو صورت خیلی سخت بود که تشخیص بری و ولی جالب بود میگفت اونایی هم که درست تشخیص داده بودن میگفتن نه ما فقط از روی صورت تشخیص دادیم در صورتی که حالت بدن هم بسیار موثر محسر. توش قاعدتا آره و حالا توی این تکاملی که انسان توی میلیون ها سال این 43 تا ای که ما تو صورتمون داریم اینا خیلی نقش پررنگی رو دارن برای حتی بیان کردن احساسات خیلی پیچیده که شاید حتی زبانی هم نتونیم منتقل کنیم درست یعنی اجداد ما احتمالا خشم و خوشحالی رو راحت با صورت میتونستن نشون بدن ولی احساسات پیچیده مثل حالا همزاد پنداری. امپاتی داشته باشی با یکی اینو با صورتمون میتونیم نشون بدیم ولی احتمالاً نشون میدی اینج با تا آره و ما این در واقع مجموعه پیچیده رو توی میلیون ها سال انسان ها به وجود آوردن و دیولاپ کردن در واقع گسترش دادن و ما میتونیم ازش استفاده جالبی بکنیم حالا یه مطلب جالب بود دوباره فرهاد احتمالاً بدونه داشت راجبه این میگفت که سگا چه جوری اینقدر مثلا قیافه کیوت و با ای دارن اینه که این چشم سگ عضلات دورش مثل که یه جوری تو مرور زمان در واقع ایوالو کرده یا تکامل, <applause> تکامل پیدا <بیده> کرده <applause> که اون حالت کیوتنس رو به چشش بده که خیلی بامزه و گوگولی میشه <applause> و قلب شما انسان که خودش رو تو دل انسان جا کنه بله. درسته دیگه برای. فریبنده هستن یعنی اینا موجوده هستن که از قصد این کارو میکنن و میدونن که شما آره بعد یه سری نشونه ها توی صورت هست که واضحه مثلا تو به ترسی چشات اینجوری از حلقه میزنه بیرونی مثلا تعجب کنی برد. و هم میگه که اینا رو را خیلی راحت تو میتونی فیک کنی مصنوعی مثلا اینجوری کنی خب برد. ولی میگه حالت بدن تو دیگه اونجوری نمیتونی فیک کنی یعنی مثلا تو از یکی خوشت نیاد واقعا پاهات احتمالاً شروع میکنه به سمت در خروج رفتن و خیلی نکته جالبی که میگفت میگفت هر کدوم از این اجزا مثلا فرم صورت تو حالت بدلون. دستت اینا مثل یک لغت توی یه جمله درست شما باید جمله رو در کل با هم ببینیم مثالی که میزد میگفت فرض کن شما لغت لاو رو حالا دوست داشتن عشق هر چیزی رو میشنوی خب تو جمع. نمیتونی قضاوت کنی صرفا بر اساس این کلمه چون ممکنه طرف مثلا داره میگه من دوستت دارم ولی هین اینی که داره اینو به تو میگه روش به سمت تلویزیون گوشی هم دستشه این هم میگه این دیگه اون بار معنایی که طرف با شما مستقیم به چشمات نگاه کنه و این رو رو نداره داشت میگه حالا برای احلیل کردن در واقع این زبان بدن یا ارتباطات غیر زبانی نباید فقط یه عنصر رو بهش نگاه کنی و دقت کنی یه مجموعه است عین لغات یک جمله است و همه رو باید در کنار هم در نظر بگیری و تحلیل کنی خیلی دوست دارم دیگه همین بود صحبت های ما خیلی عالی شما چیزی داری اونجا برای ما بگی چون فرزاد معمولا با اخبارهایی میومد که واقعا قابل گفتن بود میخوام ببینم تو این توانایی داشتی هم چیزی پیدا کنی یا نه چون شورت نوتیس بود چیز خاصی ندارم دو تا خبری که یکیشو یکی بشه شو این برنامه بگیم یکیشو برنامه خب بگو ببینم یه اتفاق افتاد این همین چند روز پیش چند روز پیش آره دو سه روز پیش هواپیمایی از شرکت ای کانادا هاپمای ای کانادا داشت میرفت به سمت سیدنی بره. از ونکوور میرفت از ونکوور میرفت به سمت سیدنی که تو هوا تربولنس اتفاق میافتاد 6 ساعت و 40 دقیقه تداخل هوایی تداخل هوایی اتفاق میافتاد نمیدونم واقعا همینا یانه تربولنس تو چاله هوایی آره. که فشار آره, برای آره. برای چاله هوایی کاری که علط جابجا میشد بین 32 تا 37 نفر مجروح میشن نزدیک 7 8 نفر 9 نفر, جراح... 9 نفر جراحت خیلی بد میگیرن ایمان من میگم <applause> <applause> نه نه بگم چرا واسه من مهم بود بله <applause> <applause> بل. سرشونو بس که خورده بود به آره یه ویدیویی نیست از این اتفاق از این پرواز خاص ولی یه ویدیو هست از هواپیمایی سوئد که چند هفته پیش این اتفاق واسش افتاده و واقعا ویدیو وحشتناکی حالا دلیل اینکه این خبر واسه هم جالب بود این بود که ما از آمریکا که برمیگشتیم به از میشیگان از دیترویت به سیاتل ما هم تو چاله, فز... چاله فضایی <خر> <laughs> سیات چاله افتاد تو... تو چاله هوایی خب افتادیم و خیلی وحشتناک ولی در مقایسه با ویدیویی که حالا من دیدم حالا میتونیم بعدا بذارم کسی دوست داشت هیچی نبود و وقتی من اخبار رو شنیدم دیدم بچه‌ها اینقدر اذیت شدن واقعا عجیب غریب بود بود شد آره حالا ایمان آره حالا این هاپمای که بوده یه هاپمای 777 بود که از ونکوور میره چی سنگین وزن آره یه بوینگ بوده که داشته از ونکوور میرفته به سیدنی که 15 ساعت و نیم تقریبا پروازه یه تک آره از اینجا بلند میشه و روی تاوایی که میرسه معمولا یه سری چیز داره یه سری چالای هوایی هست به خاطر اینکه اونجا هوای سرد و گرم با هم میشن. نه حالا اینطور نیست و معمولا یه سری حالا چیزای خفیف داره یه تریلنس خفیفی معمولا وجود داره ولی خب این دفعه خیلی زیاد بوده مثل اینکه حالا چیزی که من شنیدم و در واقع میگفتن میگفتن که 100 فیت جابجا شده توی اولین تربیلنس یعنی سی, سی, سی آره آه. که سی متر اون چیز جابجا شده و دوباره خودش در واقع کشیده بالا که میگن اول کسایی که حالا این مشکل برای کسی وجود میاد که, که کمربند نبسته باشن توی طول پرواز خب نوشته هم که در واقع میتونین کمربندتون رو باز بکنید ولی خب همیشه ریکامند میکنن همیشه میگن که بهتره که کمربندتون رو بسته نگه دارید که خب تا میفته این طرف در واقع میره به سمت میره بالا سا. مثل ماشین میمونه که ترمز میکنه این باشی. تازه دیگه اگه کنارت تو دیگه میری بالا آره و دوره میاد خودش رو در واقع درست بکنه کرکت بکنه در واقع میکشه بالا اینا دوباره میخورن زمین و اینا و مثل اینکه آره سی و هفت نفر در واقع دیده بودن دو تا خانم باردار توش بودن و نه تا هم چیز بوده خیلی جدی بوده که مجبور شدن فرود بیان توی هونولولو. آره هونولولو توی هوایی فرود اومدن و خب حالا به وضعیت این رسیدگی کردن یه ز جالبی که حالا برای من اتفاق افتادی بود که من مادرم قرار بود که با این پرواز برگردن به ونکوور از سیدنی قرار بود که برگردن به ونکوور بیان پیش ما و اینا صبح رفته بودن مادر میلا رفته بودن صبح فرودگاه و کسی بهشون نگفته بود پرواز 9 ساعتش از دست داده بود یعنی بعد 6 ساعت نشسته بود و واقعا خوب... همین هواپیما بود آره دقیقا همین هواپیما بوده و هیچ کس به اینا نگفت که آقا هواپیما نیست نیاید مثلا صبح همه رفتن اونجا و حالا این اتفاق که حالا تو ایران افتاده بود میگفتن که مثلا مدیریت بعد ایران بوده و مثلا هوانوردی ایران بوده ولی خب واقعا میبینی که همچین افتضاحایی هم آره از جاهای دیگه هم اتفاق میفته آتا این اتفاق بوده یعنی نه نه این که کاملا اتفاق نه این که بهشون نگن آقا دو ساعت با نشین بیان چیز فرودگاه و اینا مثلا رفته بودن و همه لاگجار هم ازشون گرفته یعنی دوباره کاری با اینکه که میدونستن همچین پروازی وجود نداره و خب برای آه. جبران چی ارائه داده اکانادو به فعلاً چیزی ارائه, ارائه که... نه ولی یه قانون هست که اگر که بیشتر از 8 ساعت پروازتون تاخیر پیدا بکنه باید یه یه جورایی به قول معروف از خجالتشون داره از خجالتشون داره یه اتفاق دیگه هم برای این پرواز افتاده بود که به قول معهیاد اصلا یادم <applause> نمیاد. ولی خب حالا زود رسیدگی کردن و مثلا با پروازهای مختلف آدما رسوندن به مقصدی که با برسن. آها اینو میخواستم بگم. توی تا به حال من نخوندم پروازی که از این حالا افتادن توی این های هوایی و بالا پایین شدن سقوط بکنه یعنی حالا کسایی که پرواز میکنن نگران این نباشن خیلی عادیه و طبیعیه و اتفاق میفته ولی پرواز سقوط نمیکنه مثلا از رد و برق زدن پرواز سقوط نمیکنه چون که رد و برق از توی فیوزلاج یا اون حالا اون بدنه یه چیز رد میشه, رد میشه و مشکلی هم به وجود نمیاد برای همین اگر اتفاق میفته نه ترسید دیگه کرد. از نه. مرغابی ولی سقوط میکنه اگر شفتن. که بره توی چیز موتو. نه اون سه تا مرغابی رفته و تو موتورش آره اگر که بره تو موتورش موتور از کار بیفته اتفاق میفته با یکی از معلم داشت توضیح میداد قبلا در این مورد مهم. میگفتش که نگران نباشید تا موقعی که اون کسایی که خدمه پرواز چهرهشون نگران میشه حالا میتونین با دی بفهمید که اینا نگرانن یا نه اگر که اونها نگران بودن شما بار نگران تهران اهواز ما رفتیم با هواپیما خیلی تکون میخورد یعنی واقعا سخت بود بعد موقع پیاده شدم از در عقب پیاده شدم صندلی من نزدیک در عقب بود دو تا مهماندار بودم من شنیدم اینا حواسشون نبود من دارم یا یه روی اگه پنج دقیقه دیگه ادامه پیدا میکنم ما نمیدونستیم باید چیکار کنیم <تصفيق> 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 من حالا دیگه دیگه خاطره میگی منو بگیم خاطر بگیم. سه چی شده ممیدونی. ممیدونی <applause> ام من خیلی بچه بودم فکر کنم مثلا 9 سالم بود ده سالم بود ما من و خواهرم داشتیم از اینجا میرفتیم از میگم از اینجا از تهران داشتیم میرفتیم شیراز و تنها هم بودیم فقط من و خواهرم بودیم و اونم اینا قبلا رفته بودن و این پرواز بلند شد و اینا به خاطر رد و وقت و طوفان شدیدی که بود نمیتونست بشینه ام. توی فرودگاه شیراز و اینا مثلا یه نیم ساعتی طرف چرخید و گفت ما نمیتونیم برمیگردیم تهران و ببین حالا این تکونای شدید چقدر تهران یه ساعتی یه ساعتی سر روبه و این تکونای شدید میخوردیم ما هم, هم, ترسیده بودن نمی‌دونم چرا من افتاده بودم رو دنده لودگی افتاده بودم به خنده خلاصه اینقدر اون پرواز به آدمای مختلف سخت گذشت و به من خوش گذشت تو تا شکر از, می آن از اون خاطرات خواهد. عجیب زندگی بود خلاصه منم تو این پرواز بودم و برگشتم تهران دیگه اصلا. از همیشه کرمندار ببندیم آره از... همیشه کرمندارتون ببندیم که به مشکل نخوریم تو دیگه ندیم این قسمت 158 ما بود اه... کارون در مورد زبان بدن. بدن صحبت کرد و اگر که با ما اگر که حالا نکته دارید در این مورد برای ما بفرستید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودی توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخواید با مرتبات مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خود تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام ها و پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 نباش اون ندارم اون رو نه نباش <applause> پرسیدی چند بارم گفتم او تبریک میگم به نگران نباش